به درس پنجم خوش اومدین باورم نمیشه که رسیدیم درس پنجم مثل باد گذشت باید بگم که شما بهترین گروهی هستین که میشد برای این دور از درس جمع بشه خدا رو شکر میکنم برای تشنگی و محبت شما نسبت به خدا اسم این جلسه رو گذاشتم فرار از دام تا اینجا متوجه شدیم که دام چیه؟ دام لغزش خوردنه. یادتون میاد عیسی در لوقا 17 آیه یک میگه از لغزش ها گریزی نیست. اگر نفس میکشین و آبی از گلوی شما پایین میره پس لغزش هم میخورین. فقط باید به یاد داشته باشین که نحوه برخورد شما با لغزش تعیین میکنه که قوی تر میشین یا تلختر تر. حد وسطی وجود نداره. اینو به خاطر داشته باشین. هر وقت با لغزشی روبرو میشین تغییر پیدا میکنین. و بعد از اون بیرون میایین بهتر ایماندار قوی تر از لغزش ها بیرون بیایید نه کسی که تلخ شده شاید بعضی از شما که اینجا نشستید یا چهار درس گذشته رو با گروه یا به تنهایی نگاه کردین با خودتون میگین که جان آخه نمیدونی چه بلایی سرم آوردن چند نفر از شما شنیدین که کسی چنین حرفی بزنه نمیدونی چه بلایی سرم آوردن چند نفر از شما تا چنین حرفی زده نمیخوام دستتون رو بلند کنید خیلی خوب در جواب چنین شخصی میگم نه نمیدونی چه بلایی سر عیسی آوردن مسیحی رنجیده ایمانداریه که فراموش کرده به خاطر چی بخشیده شده شخصی که نمیتونه ببخشه شخصی که فراموش کرده یا متوجه نیست به خاطر چی بخشیده شده اگه به متا باب 18 مراجعه کنین تمام باب در مورد لغزشه اما در متا 18 نکته خاص هست که عیسی با دوازده شاگرد در موردش صحبت میکنه میدونستین که رسولان همیشه در رقابت بودن تا ببینن بین اونها برترین کدومه پتروس یک سر و گردن برتر از همه بود چون روی آب راه رفت و در کوه تبدیل هیئت حضور داشت پتروس کسیه که گفت تو مسیح پسر خدای حی هستی پس نسبت به بعضی ها جلوتر بود پس پتروس فکر میکرد تا جایی که میتونه رشد کرده فکر میکرد از این به بعد حرفش تأثیر گذارتر از همه از چون عیسی در طول خدمتش در مورد بخشش زیاد صحبت کرده بود بعد باشه از همون اول از موعظه روی کوه در این مورد حرف میزنه مدام در این مورد حرف میزنه و حرف میزنه پس پتروس میگه خیلی خوب ممکنه بیاد داشته باشین که شاگردان تحت شریعت بزرگ شدن شریعت میگه چشم در برابر چشم سگ مرا کشی سگت رو میکشم مش زری تو دهنم مش میزنم توی دهنت پس پتروس تا جایی که قوه درکش کشش داشت رشد کرده بود پتروس به عیسی میگه سرون من تا چند بار اگر برادرم به من گناه ورزد باید او را ببخشم آیا هفت بار پتروس انتظار داره که عیسی بهش نگاه کنه و بگه خوشا به حال توی پتروس زیرا این حقیقت را جسم و خون بر تو آشکار نکرد پتروس منتظر شنیدن چنین حرفیه درسته اما عیسی به پتروس نگاه میکنه و میگه پتروس به تو میگم نه هفت بار بلکه هفتاد هفت بار در انجیل لوقا میگه در یک روز اگه شما در یک روز هفتاد هفت بار نسبت به من گناه ببردین یعنی 490 بار گناه کردین این یعنی شما به در یک روز هر سه دقیقه یک بار نسبت به من گناه بکنین هیچ کس رو نمیشناسم که به این خوبی بتونه گناه کنه. پس حرف عیسی اینه که پتروس باید مثل پدر آسمانیت بیوقفه ببخشی و عیسی با خودش گفت باید برای اینها داستانی تعریف کنم و منظورم رو توضیح بدم چون عیسی همیشه داستانهای عالی تعریف میکرد پس گفت پادشاهی بزرگی هست که پادشاه بزرگی هم داره و خادمی داشت که بهش بدهکار بودن شخصی رو نزد او آوردن که ده هزار قنتار به او بدهکار بود ممکنه بپرسین این قنتار اصلا چی هست؟ قنتار واحد پول نیست. در واقع قنطار واحد وزنه. قنتار میزان وزنیه که شخص میتونه حمل کنه. اکثر پژوهشگران کتاب مقدس بر این باورن که هر قنتار معادل 35 کیلوه. پس این خادم 350 هزار کیلو به پادشاه بدهکاره 350 هزار کیلو چی؟ بدهیه پس میتونیم حد بزنیم که یا تلاس و یا نقره چون وجه رایج معاملات اون زمان بود فرض بگیریم تلا هر اونس تقریبا 1200 دلار قیمت داره 350 هزار کیلو تلا میدونیم تقریبا چقدر میشه؟ 14.5 و میلیارد دلار. اون خادم این مبلغ رو بده کار بود کیا این مبلغ رو غیر قابل پرداخت میدونن میتونید دست بلند کنین اگه نه میخوام بعدا در مورد بشارت به ملت ها و هدیه دادن باهاتون صحبت کنم پس عیسی فورا این پادشاه رو به خدای پدر تشبیه میکنه چون بدهی غیر قابل پرداخت ما پرداخت شد وقتی عیسی مسیح در جورجوتا بر صلیب آویزان شد کلام خدا در کولسیان دو میگه آن دست نوشته و حکمی را که بر ضد ما بود ترجمه دیگه میگه سند قرض های ما را گرفت و بر صلیب میخکوب کرد عیسی بدهی پرداخت نشدنی ما رو پرداخت کرد و من این به همین خاطر گفتم کسی که نمیتونه ببخشه در واقع فراموش کرده که به خاطر چی بخشیده شده بدهی پرداخت نشدنی ما بخشیده شده باید در نظر داشته باشین سزای منصفانه ما اونچه که لایقش بودیم سوختن همیشگی در جهنم بود لیاقت ما این بود وقتی آدم بر ضد خدا گناه ورزید خدای پدر میتونست به پسر نگاه کنه و بگه از من نایتاتی کردن علیه من گناه ورزیدن بگذار همه برن جهنم و برای همیشه بسوزن بریم و دنیای دیگه ای خلق کنیم عیسی اومد و برای ما جان داد و باید به خاطر داشته باشین اونچه عیسی جانش رو برای اون داد باعث شد ما از اونچه لایقش بودیم رها بشیم ما لایق سوختن در جهنم بودیم مشکلی که امروزه بین بسیاری از مسیحیان میبینیم اینه که گناه رو دست بندی میکنن متوجه منظورم میشین یه دسته گناهان بزرگ و اساسی داریم قتل، دزدی، جادوگری، زنا و یک دسته داریم که اسمش رو ضعف گذاشتیم نبخشیدن نزا غیبت ضعف ها اما میدونید چی برام جالبه امثال باب شش میگه که خدا از شش چیز متنفره و از هفتمین کراهت دارد میدونست این زنا در این فهرست نیومده الان میگین جان زنا رو داری توجیه میکنی نه کسانی که این کار رو میکنن پادشاهی خدا رو به میراث نمیبرن من زنا رو توجیه نمی کنم. برای من جالبه که هفتمین مورد در این فهرست که میگه خدا از اون کراهت داره تخم نفاق پاشیدن میان برادرانه میدونید میخوام چی بگم اون طور که با زنا برخورد میکنین با غیبت برخورد کنید اگه این کار رو بکنین احتمالا آزاد میشین نبخشیدن رو مثل قتل بدونین اگه این کار رو بکنین احتمالا آزاد میشین اما وقتی اینها رو ضعف میدونین بهش نمیپردازین نبخشیدن ضعف نیست گناهه عیسی به اندازه ای که برای زنا یا قتل یا بیعفتی یا گناه های دیگه مرد برای این گناهان هم جان داد زمانی که خدا این رو در وجود من به جنبش در آورد رو به خاطر دارم در اورلاندو فلوریدا زندگی می کردم سالها پیش بود من و لیزا تازه ازدواج کرده بودیم فکر می کنم ادیسون 6 ساله و آستین 4 ساله بود باشگاه بودم و مشغول ورزش یادم میاد داستان پدری در اورلاندو ورد زبونها بود و اون روز رادیو خبری رو در موردش اعلام می کرد پدر از دست دخترش عصبانی میشه فر رو روشن میکنه سینی فر رو در میاره که داغ و قرمز شده بود و بعد روی سینی داغ دخترش رو بالا و پایین میکنه و باعث سوختگی درجه دو و سه روی بدن دخترک میشه دختر هجده ماهه کسایی که توی باشگاه بودن دلشون میخواست اون رو بکشن همه عصبانی بودن این اتفاق وحشتناکیه راستش رو بخواین به نظر من بدترین گناه بدرفتاری با کودکانه به نظرم هیچی بدتر از این نیست به همین خاطر این مثال رو میزنم خدا به همین شکل در زندگی من از این استفاده کرد اتفاق وحشتناک بود ولی در مقایسه با همیشه سوختن در جهنم چیزی نیست جایی که کرمها از خوردن شما دست نمیکشند و آتش سیری ناپذیر وجود داره و درد و زجر جان شما روز و شب همیشه ادامه داره من لایق این مجازات بودم من لایقش بودم شما هم لایقش بودید کار اون آقا وحشتناک بود ولی در مقایسه با کاری که ما با عیسی کردیم هیچه محبت او برای ما به این عظمت بخشندگی او به این بزرگیه باید این رو بفهمیم <applause> به همین خاطر گفتم که کسی که نمیتونه ببخشه فراموش کرده که برای چی بخشیده شده <applause> فکر می کنم یکی از دلایلی که نمیتونیم به دیگران بشارت بدیم اینه که فراموش کردیم گناه گناهه به خاطر دارم که بیلی می میگفت سنگ کوچک به اندازه سنگ بزرگ به کف دریاچه میره اونچه که به نظر ما گناه کوچکه به اندازه گناه بزرگ به کف دریاچه میره یادم میاد در کلیسای مویزه میکردم که جمعیتی دو هزار نفری داشت سالها پیش بود شبان کلیسا به من نگاه کرد و گفت ما رفتیم بیرون کاری که شبانهای ونجلیکال بعد از جلسه انجام میدن برای شام بیرون رفتیم دیر وقت بود این کاری بود که اغلب دوست نداشتم اون رو انجام بدم اما اون شب رفتم چون میخواستم با شبان کلیسا باشم بعد از ظهر از هواپیما پیاده شده بودم و فردا صبح هم برای برگشت بلید داشتم شبان کلیسا گفت برادر واقعا من دارم شرایط سختی رو میگذرونم گفتم واقعا چی شده گفت شهر خیلی مرا اذیت میکنه پرسیدم واقعا چطور مگه گفت به همه جماعت گفتم این رو به خاطر داشته باشین که قضیه مال ده یا 15 سال پیشه گفت اگه فرد همجنسگیرایی جایی کار میکنه اون مکان رو تحریم بکنین. به عبارت دیگه اگه پیش خدمت همجنسگیراست اگر کسی در فروشگاه کار میکنه و همجنسگیراست به اون فروشگاه نرین. به شبان نگاه کردم و گفتم او پس چرا نمیگیم که جایی که طرف پر نگاه میکنه یا به زنش دروغ میگه یا به پدر و مادرش بی احترامی میکنه نریم و از اونجا خرید نکنیم. گفتم اینطوری هیچ جا نمیتونیم بریم کمی ناراحت و عصبانی شد گفتم چرا روی گناه زوم کردین منظورم از دست بندی گناه همینه میدونین چی جالب بود خداوند از این استفاده کرد شش ماه بعد در همون کلیسا بودم و در طول هفته شاید حرکت خدا بودیم قرار بود چند شب اونجا باشیم ده پونزده سال پیش بود فکر میکنم پونزده سال پیش بود که معمولا کمی بیشتر از حدی که قرار بود میموندم امروز این کار رو نمی کنم. اما یادم میاد قرار بود دو شب پشت سر هم جلسه داشته باشیم تمام طول هفته و اون هفته آقای آخر جلسه اومد و وقت مشارکت بعد از جلسه بود همه با هم حرف می زدن یا بیرون می رفتن. کلیسا پر بود اون آقا گفت میشه برای من دعا کنی؟ گفتم حتما وقتی براش دعا کردم العاده بود حضور خدا به شکلی نیرومند او رو لمس کرد طوری که حتی نتونستیم باش خدافزی بکنم از حضور خدا پر شده بود یک ماه بعد کسی به دفترم زنگ زد همون آقا بود گفت اسم من جی آره احتمالا من رو یادتون نمیاد گفتم چرا یادم میاد در آلاباما بعد از جلسه شب دوم اومدی پیشم قبل از پایان جلسه اومدی و خواستی که برای دعا کنم گفت بله یادتونه ولی در مورد من چیزی نمیدونین گفتم از خودت بگو ده دقیقه تمام هاشیه رفت گفت اگه از زندگی من خبر داشتی گفتم از زندگیت بگو باز ده دقیقه دیگه هاشیه رفت بعد گفت اگه میدونستی زندگی من چجوریه گفتم جیار سب کن یه لحظه گفتم جیار از زندگیت بگو وگرنه نمیتونیم حرف بزنیم با هم گفت من هم جنس گرام گفتم میدونم گفت میدونی؟ گفتم بله وقتی برات دعا کردم فهمیدم هم گرایی <applause> گفت فکر میکنی من آدم منحرفیم <applause> گفتم نه جایار بگذار چیزی رو برای توضیح بدم من در جوانی موفق بودم در دانشگاه پردو مورد توجه رئیس دانشگاه قرار گرفتم در تیم دانشگاه تنیس بازی میکردم موضوع باشگاه پسران بودم دخترها رو دوست داشتم ولی گرفتار پورنوگرافی شدم اما میدونین چی شد؟ ایسا رو نمیشناختم و مقصد نهایی من جهنم بود و آتش جهنم میسوختم اون گفت چی؟ گفتم بله اگه عیسی رو نجات نمیداد در آتش جهنم میسوختم بعد انجی رو بهش بشارت دادم و اون هم گوش میداد میدونین چی شد باش دعا کردم و نجات پیدا کرد دعا کردم تا از هم جنس آزاد بشه و نجات پیدا کنه و همونجا پشت تلفن نجات پیدا کرد شش ماه بعد شبان کلیسای آلاباما به اورلاندو محل زندگی ما اومد و با هم گلف بازی کردیم گلف بازی میکردیم و شبان گفت جان جی آر رو یادت میاد گفتم آره شش ماهی پیش با دفتر من تماس گرفت و براش دعا کردم نجات پیدا کرد و از همجنس هم آزاد شد گفت واقعا جان اون الان عالی شده ردیف جلو میشینه روسپی ها دلال های جنسی هم ها رو میاره به کلیسا و همه پشت سرم نجات پیدا میکنن گفتم خوشحالم که میشنوم باید این رو به خاطر داشته باشیم گناه گناهه و عیسی جونش رو داد تا ما از گناه آزاد بشیم گناهی که شامل نبخشیدن هم میشه معرفی مسنجر x فضای کاملا جدید برای دانلود منابع و پخش ویدیوها این یک کتابخانه دیجیتال از تاوی منابع شاگردسازی از طرف جان و لیزا بیوه شامل دروس ویدیویی کتابهای صوتی کتابهای الکترونیکی فیلمهای کوتاه و کتاب مقدس این فضای جدید بر روی تمام دستگاه های شما قابل کاربرد است کاملا رایگان و در 111 زبان شاگردسازی برای همه در همه جا اپلیکیشن را از مسنجر ایکس دانلود کنید آمین, آمین. پس چه اتفاقی افتاد اون پادشاه چارده و نیم میلیارد بدهی رو بخشید یک بدهی پرداخت نشدنی ولی شخص بخشیده شده رفت و خادمی رو پیدا کرد که 100 دینار بهش بدهی داشت دینار چیه؟ دینار حقوق یک روزه پس صد دینار حقوق یک سوم ساله درسته اگه آخر هفته ها و تعطیلات رو از سال حذف کنیم تقریبا در سال 100 روز کار میکنیم فرض رو بر این بگیریم که سالی سی هزار دلار درآمد دارین حقوقتون سالانه اینقدر اگه یک سوم حقوقتون یعنی ده هزار دلار باشه و کسی این مبلغ رو از شما قرض بگیره و با شما برنگردونه آیا باعث لغزش کوچکی میشه مثلا میگه برادر واقعا باید ببخشی آیا شما هم میگین که نگرانش نباش آیا این یکی از اون لغزش هست؟ نه این خیلی جدیه اگه کسی یک سوم درآمدتون رو از شما بگیره کاری به دولت نداریم شخصی حرف میزنیم اگر کسی یک سوم درآمد سالانه شما رو ازتون میگیره چون گفتیم که دولت رو باید ببخشیم پس عیسی میگه اون خادم به همکار خودش بدی کرد درسته برای در قیاس ده هزار دلار در برابر چهارده و میلیارد دلار یک قطر آب هم نیست که باز حرف من رو ثابت میکنه شخصی که نمیتونه دیگری رو ببخشه در واقع فراموش کرده که برای چی بخشیده شده نهایتا اون خادم خادم بدهکار رو گرفت و گلوش رو فشرد تا قرضش رو پس بده وقتی نمیبخشین در واقع چنین کاری میکنین کسی رو اسیر خودتون میکنین و میگین اون چه فکر میکنم بدهکاری رو باید بدی و خودتون قاضی میشین به همین خاطر یعقوب میگه قضاوت نکنین عیسی هم میگه قضاوت نکنین چون با قضاوت کردن میگین این کار رو با من کردی بهاش رو باید بدی بهاش هرچی که هست رو باید بدی میتونه بی محلی کردن باشه این هم بهای به خوبیه میتونه نادیده گرفتن کسی باشه میتونه بد رفتاری کردن با طرف مقابل باشه داوری میکنین وقتی داوری انجام شد بعد میگین حالا بخشیده شدی این خادم شرور هم همین کار رو کرد. خادم بدهکار رو به زندان انداخت و وقتی خادم های دیگه دیدن که چیکار کرده ناراحت شدن و به پادشاه خبر دادن. وقتی پادشاه در این مورد شنید خادم رو صدا کرد و گفت ببینیم پادشاه به خادم چی گفت؟ گفت ای خادم شریر به کلمه شریر دقت کنی نمیگه ای غریبه شریر میگه ای خادم شریر چرا؟ بدهی پرداخت نشدنی خادم پرداخت شد او در پادشاهی بود خادم همکار بود با من این مگر من محض خواهش تو تمام قرضت رو نبخشیدم به این قسمت نگاه کنین آیا نمی بایست تو نیز بر همکار خود رحمی کردی هم همان گونه همه بگیم همان گونه که من بر تو رحم کردم که تا مقدس این رو پیشنهاد نمیده اون فرمان میده که ببخشیم همونطور که بخشیده شدیم شما نیست یا همان گونه یکدیگر رو ببخشایید دوباره از کلمه همان یا نیز استفاده شده خدا شما رو در مسیح بخشوده ارباب میگه خادم شرور آیا نمی بایست تو نیز بر همکار خود رحم کردی همان گونه که من بر تو رحم کردم درسته بیات بعدیش دقت کنین پس ارباب خشمگین شده او را به زندان افکن تا شکنجه شود همه بگیم شکنجه اینجا به ارواح شریر اشاره داره به همین خاطر کسانی که نمیبخشن مدام در زجر و عذابند شب تا صبح پلک به هم نمیزنند و فکر میکنن که چقدر باهاشون بد رفتاری شده. اونها زجر میکشند تا همه قرض خود را ادا کند. این بدهی پرداخت نشدنیه. یکم بیشتر روی این فکر کنیم. خیلی ها باش مشکل دارن. کمی سریع خوندمش. اما ارباب گفت همه قرض خود را ادا کند چند نفر میدونید که وقتی عیسی مسئله رو تعریف میکنه همیشه صبر میکنه تا کسی شخصا پیشش بیاد و بگه منظورت از این مثل چی بود و بعد تفسیر یا معنای مثل رو میگه این تنها مثلیه که عیسی در هر چهار انجیل اون رو تعریف میکنه و بعد بدون اینکه ازش بخوان تفسیرش رو هم میگه چرا چون اینقدر مهمه که میخواد همه معنی مسئ رو بدونن تفسیرش اینه اون میگه به همین گونه پدر آسمانی من نیز با هر یکی از شما رفتار خواهد کرد اگر شما نیز برادر خود را از دل نبخشید از کلمه برادر میفهمیم با ایمانداران حرف میزنه در عهد جدید در مورد بخشیده نشدن شخص توسط خدا که از بخشیدن خودداری میکنه آیات بیشتری نسبت به قاتلی که بخشیده نمیشه اومده این خدا میگه رو باید تکرار کنیم. <applause> چهار تاش رو بهتون نشون میدم. چهار تا رو نشونتون میدم. <applause> هرگاه به دعا می ایستید، الان سوال اینه که به عنوان یک اصل کلی آیا گناهکاران هم دعا میکنن؟ کنن؟ فوراً از این که میگه هرگاه به دعا می ایستید، میفهمید که در مورد فرزندان خدا حرف میزنه. اگر نسبت به کسی چیزی به دل دارید او را ببخشید تا پدر شما نیست که در آسمان است خطاهای شما را ببخشد آیا خدا پدر گناهکاران هم هست نه او خدای گناهکاران هست ولی پدر فرزندان خداست که با مسیح پیمان دارند مشخصا در مورد ایمانداران حرف میزنه تا پدر شما نیست که در آسمان است خطاهای شما را ببخشاید اما اگر شما نبخشید پدر شما نیست که در آسمان است خطاهای شما را نخواهد بخشید از این واضح تر نمیشه ایسا آخر خدمت سه سال و نیمش این حرف رو زد این حرف مال یک هفته قبل از به صلیب کشیده شدنشه بریم به شروع خدمتش به این آیات دقت کنین متا شش موزه سر زیرا اگر خطاهای مردم را ببخشید پدر آسمانی شما نیز شما را خواهد بخشید باز با ایمانداران حرف میزنه اما اگر خطاهای مردم را نبخشید پدر شما نیز خطاهای شما را نخواهد بخشید و باز میگه پدر شما اگر نبخشید بخشیده نخواهید شد به همین روایت در انجیل لوقا نگاه بکنید ببخشایید تا بخشوده شوید به دعای ربانی دقت کنید اینطور دعا میکنیم و قرض ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را میبخشیم میخوام در مورد یکی از قهرمانان زندگیم صحبت کنم این مرد خیلی جایگاه والایی براش قائلم فقط میخوام داستان رو تعریف کنم در سال 2012 از من خواستن که در کلیسایی در کالیفرنیا موعظه کنم یک شنبه صبح بود و فکر میکنم هر یک شنبه 1200 نفر به اون کلیسا می اومدن اولین جلسه رو من موعظه کردم عالی بود شبان که اصل و نصب ایتالیایی داره گلوله محبته خیلی مهربونه فورا شیفته ی این آدم شدم از و نصبش ایتالیاییه از این بهتر مسیحی ایتالیایی از این بهتر میشه جلسه خیلی عالی بود اولین جلسه رو برگزار کردیم اون روز صبح سه جلسه داشتن بعد از جلسه اول رفتیم بیرون و آقایی رو به هم نشون داد که به مردم خوش آمد میگفت اون آقا رو نشون داد و گفت اونو میبینی؟ گفتم آره میبینمش گفت اونو به یادت داشته باش گفتم باش گفت حالا اون خانم که اون پشت نشسته رو بینی؟ گفت اون خانم رو هم به یاد داشته باش گفتم باش یادم میمونه اون آقا را هم همینطور رفتیم دفترش گفت جان میخوام داستانم رو باها در میون بگذارم چون تو هم در این داستان دخیلی گفتم باشه گفت سال 1978 شبان جوانان کلیسای خیلی معروفی در همین شهر بودم 1500 نفر عضو داشتیم. در سال 1987 کلیسای 1500 نفری کلیسای بزرگی حساب می شد. الان نسبت به هزاره قبلی خیلی پیشرفت کردیم ولی اون موقع کلیسای بزرگی محسوب می شد. کلیسای بزرگ و معروفی بود. گفت شبان جوانان و متعهل بودم. سه تا بچه کوچیکم داشتم. یه روز همسرم با شبان ارشد فرار کرد. و من و سه تا بچه کوچیک رو تنها گذاشت. بدتر از اون این بود که دو هفته قبلش من پدرم رو خاک کرده بودم. ولی حالا شبان ارشدم با زنم فرار کرده بود. دو هفته بعد از اون از دوره یک ماهه حرف میزنیم مشایخ کلیسا به من اطلاع دادن که فکر میکنم شبان ارشد باید برگرده و من باید برم چون اگه تو اینجا باشی اون بر نمیگرده خیلی کار زننده ایه. در ادامه تعریف کرد به چند هفته نکشید که من با سه تا بچه ساکن پارکینگ خونه یکی از دوستانم شدم نمیتونستم کرایه بدم از خونه بیرونم کرده بودن و توی پارکینگ دوستم زندگی میکردیم پدرم هم تازه فوت کرده بود شبان ارشدم که پدر ایمانی من به حساب میومد هم با زنم فرار کرده بود و من با سه تا بچه در گاراژ یکی از رفقا زندگی می کردیم. Well, goes... گذشت و سال 1989 ازدواج کردم. دو سال بعدش در سال 1991 کلیسای هوپ لیمیتید رو تأسیس کردم. کلیسا رشد می کرد و بزرگتر می شد و همون کلیسایی بود که من در 2012 اونجا موعظه کردم. گفت آقا و خانومی که بهت نشون دادم رو یادت هست؟ گفتم بله. گفت اون آقا همون شبان ارشد من بود و اون خانم هم همسر سابقم پسر خود شبان هم در دفترش بود گفتم اون مادرته؟ گفت بله مادرمه گفتم باید توضیح بدی که چطور اینطور شده گفت سال 1994 کسی کتابت رو به من داد کتاب دام شیطان من هم کتاب رو خوندم و خدا هم دل من رو هر روز نرمتر کرد سال 1997 سه سال بعد از اون هر دوشون پیش من اومدن و از من معذرت خواهی کردن و گفتن ما رو ببخش میتونیم عضو کلیسای شما بشیم میگفت اول با خودم گفتم توی این منطقه این همه کلیسا هست ولی خدا به وضوح با من حرف زد و دقیقا یادم میاد که صداش رو شنیدم خدا به من گفت فرصت داری همونطور که بخشیدمت اونها رو ببخشی گفت جان من تا ابد در آسمان با اونها خواهم بود انتخاب کردم که اونها رو ببخشم و اجازه بدم که به کلیسا بیان الان پنج ساله که اینجان تازگی ها همسر سابقم هم رو در بخش حسابداری کلیسا استخدام کردیم و اون آقا یکی از خوش کلیسای ماست گفت الان با هم دوستای خوبی هستیم اون روز بهش نگاه کردم و گفتم تو یکی از بهترین آدمایی هستی که تا حالا دیدم واقعا همونطور بخشیدی که خدا تو رو بخشید این طور بخشیدن غیر ممکنه مگر اینکه محبت خدا به فراوانی در دل شما ریخته بشه چون خدا ما رو زمانی بخشید که لیاقتش رو نداشتیم شما هم توانایی بخشیدن رو در دل دارین ارزشش رو نداره که گرفتار دام شیطان و لغزش ها بشیم و نبخشیم و بگذاریم ریشه ترخی در زمین دل ما رشد بکنه شما تواناییش رو دارین چون محبت خدا به فراوانی در دلتون ریخته شده تا حتی زمانی که طرف مقابل لیاقتش رو نداره ببخشیدش. جلسه بعد این بحث رو ادامه میدیم. تا بعد.